مارینا نعمت نامی آشنا برای بینندگان شب‌آهنگه. او نویسنده کتاب زندانی تهرانه، کتابی تکان دهنده که حوادث تلخ روزهای اسارت او در زندان اوین رو بیان میکنه. مارینا که در اوایل انقلاب اسلامی دستگیر شده بود، مورد شکنجه و اذیت و آزار مأمورین قرار گرفت و روزهای غم‌انگیزی رو در زندان سپری کرد. او پس از رهایی از زندان و مهاجرت به کانادا تصمیم گرفت تا کتابی رو درباره گذشته زندگی خود منتشر کنه و تجربیات دردناک خود رو با مردم در میان بذاره. نتیجه کار کتاب زندانی تهران بود، کتابی به زبان انگلیسی که در بسیاری از کشورهای جهان هم منتشر شد. اما پس از تهران کتاب تازه مارینا نعمته، کتابی که داستان زندگی او در کانادا رو روایت میکنه. مهاجرت، زندگی در غربت، خاطرات تلخ گذشته، واکنش خانواده، تهمت‌ها و انتقادها و بسیاری مطالب دیگه که به نوعی در این کتاب مطرح شده. پس از تهران چندی است که در کانادا منتشر شده و مورد استقبال دوستداران کتاب قرار گرفته. خانم مارینا نعمت، به شما سلام میکنم و درود میفرستم. مرسی از اینکه در شهر تورنتو با ما هستید. سلام آقای مکری، خیلی از اینکه منو دعوت کردین سپاسگزارم. خانم نعمت، برای بینندگان ما توضیح میدید که چرا تصمیم گرفتید تا کتاب دومی رو منتشر کنید؟ چرا خواستید تا داستان زندگی خودتون رو در کتاب ادامه بدین؟ من هیچ تصمیمی نداشتم اول که یک کتاب دیگه به صورت واقعی، داستان واقعی دوباره بنویسم راجع به زندگی خودم. منتها وقتی که زندانی تهران چاپ شد و من دنیا رو مسافرت کردم، تقریبا هر خبرنگاری توی تمام کشورهای دنیا که با من مصاحبه کردن پرسیدن تو چرا 20 سال صبر کردی تا داستان و بلاهایی رو که توی اوین سرت اومد بنویسی؟ و واقعا این سوال برای من عجیب بود. یعنی واقعا اینکه دنیا میتونه انتظار داشته باشه که یه دختر 18 ساله بعد از 2 سال از زندان آزاد بشه و بعد چی؟ یه هفته بعد بشینه و در موردش کتاب بنویسه. اصلا یه همچین انتظاری به هیچ عنوان منطقی به نظر میاد. فقط 6 سال طول کشید که من از ایران خارج شدم. بعد از اینکه وارد کانادا شدیم، ما $200 توی جیبمون پول مونده بود. مدت‌ها طول کشید که ما بتونیم یه زندگی رو بسازیم و اون موقعی که آدم تازه شروع میکنه که مقدار احساس راحتی بهش دست بده، اون موقع است که خاطرات گذشته شروع میکنن به زنده شدن و اون موقع است که آدم احساس میکنه که لازمه باهاشون رو در رو بشه. در نتیجه من متوجه شدم که دنیا هیچ واقف نیست که یک کسی که یه همچین مشکلاتی توی زندگی براش مطرح میشه، و فقط من نیستم، هزاران هزار، شاید صدها هزار نفر هستن که مشکلاتی شبیه مشکلات منو داشتن از تمام دنیا، شما نمیتونین از اینا انتظار داشته باشین که بلافاصله داستانشون رو بگن. و اینا با مشکلات زیادی مواجهن، چه از نظر خانواده، چه از نظر اجتماع و جامعه، و این مشکلات متاسفانه تا حالا رایج بهش خیلی بحث نشده. درنچه من تصمیم گرفتم یه کتاب دیگه بنویسم و این مشکلات رو در رابطه با کسی که این تجربیات رو داشته، سالهای سال بعد این تجربیات رو نمیتونه از تو قفسه سینه‌اش بکنه و بندازه دور، این تجربیات رو باید باهاشون رو رو بشه و این پروسه‌ای که این سیستمی که آدم با این تجربیات رو در رو میشه، این سیستم چه جور سیستمیه و آدم چطوری میتونه در این جنگی که هر روز زندگی ادامه داره در این جنگ برنده بشه. خانم نعمت، درباره کتاب پس از تهران صحبت بکنیم. چه بخش‌ها و مطالبی داره؟ داستان زندگی شما از کجا در این کتاب آغاز میشه و به کجا میرسه؟ ولی من سعی کردم پس از تهران رو طوری بنویسم که حتی اگه کسی زندانی تهران رو نخونده باشه بتونه متوجه بشه که داستان دقیقاً چیه. درنچه مثل زندانی تهران، پس از تهران هم در واقع در زمان حرکت میکنه، هی میره عقب میره جلو و به این سیستم هستش. البته خب بیشترش تمرکز میکنه به بعد از این که من از ایران خارج شدم، ولی به هر حال یه مقداری از داستانهای ایران رو در هر حال توش داره. من اساس این کتاب رو، فصلهای مختلفش رو، بر اساس هر فصلی اسم یه دونه شیعی رو داره، یه چیزی رو داره که من میخوام با خودم به اون دنیا ببرم. یعنی بعد از مرگم درست نیست، یه حالت کسی رو داره که برای اون دنیا، برای بعد از مرگ چمدون میبنده و این اشیاییه که من دارم توی این چمدون میذارم و هر فصل این کتاب در واقع یکی از اون اشیا هستش.
خانم نعمت، شما در بخشهایی از کتاب اشاره میکنید به سختی ها و دشواری های مهاجرت، زندگی تازه در کشوری جدید و به نوع اون درد غربت رو بیان میکنید. واقعا اون روزها چه حال و هوایی داشت؟ چه احساسی داشتید از اینکه در کشوری به نوعی آزاد هستید ولی خب اون غم و مشکلات و اندوه مهاجرت هم به نوعی در زندگیتون هست؟ اونجوری که بهتون گفتم، ما وقتی که به کانادا رسیدیم که البته حدود 10 ماه طول کشید، یعنی ما از ایران که خارج شدیم 10 ماه بعد وارد تورنتو شدیم. من یادم وقتی که بیرون رو نگاه کردم، وقتی برادرم داشت ما رو میبرد خونه خودش، توی فرودگاه تورنتو پیرسون اومد دنبالمون و ما رو برد خونه خودش، من دور و برم رو نگاه میکردم گفتم خدایا این اینجا دیگه کجاست؟ یعنی حتی رنگای این کشور، رنگ هایی که توی کانادا وجود، رنگ آسمون با رنگ آسمونی که من میشناختم فرق میکرد. و بعد وارد خونه برادرم شدیم، من واقعا این احساس داشتم که اصلا توی سیاره دیگه فرود اومدم و یه احساس خیلی عجیبی بود. یعنی احساس دلتنگی و احساس خوشحالی، همونجوری که میدونم خیلی از مهاجرا یا پناهنده هایی که از ایران خارج شدن و به کشور دیگه رفتن دقیقا همون احساس رو میکنن. و واقعا مشکل بود چند سال اول، برای اینکه ما هنوز خودمون رو به عنوان کانادایی نمیدیدیم و دیگران هم ما رو به عنوان کانادایی نمیدیدن. هنوز جا نیفتاده بودیم، پول نداشتیم. من اینجا توی کانادا 10 سال به عنوان ویترس، یعنی توی رستوران من میزا رو سرو میکردم و به مردم غذا میدادم. یعنی به مدت 10 سال ما واقعا زندگیمون مشکل بود و هیچ واقعا انقدر سنگین بود بار زندگی که واقعا هیچ پایانی به این مشکلات نمیتونستیم ببینیم. ولی خب اکثرا خیلی از داستان ها اینجوریه که به هر حال مشکلات کم کم بهتر میشه و سبکتر میشه. و بعد اون موقعی بودش که من احساس کردم که واقعا داستان هایی که سالها سکوت دور و برشون رو گرفته بود باید به یه نحوی گفته بشن.